تجمع بزرگ ایرانیان ساکن تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع در روز تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صورت گرفت، کسی که علاوه بر عضویت در هیئت موسوم به مرگ، عضو شورای عالی امنیت ملی بود، یکی از کسانی که باید در شب 8 ژانویه 2020 آسمان تهران را می‌بست تا این فاجعه رقم نخورد. امروز میدونید که روز قسم یاد کردن ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی بود. ما این فرصت رو مغتنم شمردیم برای اعتراض کردن. ابراهیم رئیسی در شب 18 دیماه جزء شورای عالی امنیت ملی بود که آسمان تهران رو باز نگه داشتن. در 19 ماه گذشته جلوی اجرای عدالت رو گرفته، جلوی روشن شدن حقیقت رو گرفته و ما اینجا اومدیم تا به این مسئله اعتراض کنیم و همچنین خواسته های خودمون رو مطرح کنیم. در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز حضور داشتند. ولی با این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، تمامی دنیا دیگه میدونه که جمهوری اسلامی به غیر از دروغ، به غیر از بی احترامی، واقعا هیچ کار دیگه بلد نیست. حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، همچنین به دولت کانادا هشدار داد چنانچه دولت کانادا به خواسته‌های خانواده‌های جانباختگان بی‌توجهی کند، این تجمع‌ها ادامه خواهد داشت. اما این خواسته‌ها چیست؟ حال سوال اینجاست: چرا نام ابراهیم رئیسی، علی شمخانی، حسین سلامی، محمد حسین باقری، جواد ظریف، علی خامنه‌ای و دیگران در لیست تحریم‌های کشور کانادا قرار ندارند؟ چرا سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی نیست؟ آیا 43 سال جرم و جنایت کافی نیست؟ امروز سوال اینجاست که نماینده اتحادیه اروپا در ضیافت تاریکی و جنون چه می کند؟ بوسه بر دستان امپراتور ترس و کشتار چه تناسبی با جلسه‌های دفاع از حقوق بشر دارد؟ بله، جامها را بالا ببرید، اینک پرده‌دار تاریکی بر تخت می نشیند. از دولت کانادا می خواهیم در اسرع وقت این پرونده را به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی ببرد و مقصد بعدی دادگاه الهه است. خواسته هایی که شاید اندکی مرهم درد های این خانواده های داغدار باشد. نه فراموشی نه بخشش، نه فراموشی نه بخشش، نه فراموشی نه رنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.